این کار تو واقعا زشته، غیر حرفه‌ایه. هفته پیش هم همین بود، هزار جور تن منو لرزوندی. تو داری با اعصاب من و بقیه کارکنای هفته نامه بازی میکنی. دیر کرده این دفعه، یعنی عقب افتادنمون، دیگه اصلا قابل بخشش نیست. بعد قولی هم حدی داره. تازه دیگه اینو اسمش نمیشه گذاشت بدقولی، این سوء استفاده از حسن نیت منه. فکر میکنم تو یه جورایی ما رو داری مچل میکنی ای بابا. اصلا میدونی چیه؟ ما باید این دفعه تکلیفونو با شما با تو روشن کنم. این دیرکرده های شما دیگه واسه من مشکل ایجاد میکنه. خیلی کم بحران داشتم، دارم مشکلات تو رو روش. چی میگی بابا؟ به سلامت. ای بابا، چاپخونه. آی کاووسی، این چاپخونه از خیاطا بدتر شده. خیاطا باز بدقولیشونو میشد یه جوری جبران. چی بدقولی؟ چه کار میکنه؟ اصلا به قولش نمیشه اعتماد کرد که نمیشه. آی کاووسی، چند روز من سر کار گذاشته. آی کاووسی، حالا هی تا صبح میگه آی کاووسی. بله، بنال بینم چی میگی. مگه نمیبینی دارم آتیش میگیرم؟ آقا من این شکلی نیستم آی کاووسی. ای بابا، آی کاووسی، من میگم چرا خونه خودتونو کثیف میکنین؟ اشکال نداره که پیش میاد. بذار منو خودکارو. پیش میاد. خونه خودتونو کثیف نکنین. اولین باره مگه دارن به ما بدقولی میکنن؟ آی کاووسی نه، قصه دار نباشید. همه چاپخونه یا اینجوریان. تازه شما فکر کنید که اگه بخوایم بریم سراغ چاپخونه دیگه ای به همین راحتیه. برفرض اینکه رفتیم با تمام بدبختی ها رفتیم، از کجا معلوم که مثل اون یکی باید قول نباشه؟ آی کاووسی نازی نکن این کار. آی کاووسی پیش میاد. نه آی کاووسی پیش میاد. من نمیری به ازم خونم رو جوش رو برد. نه خیلی خون سردی یه مولی. حالم به هم خورد از چاپخونه. ببین من مردنیم، من میمیرم آخرش تو همین گیرو بیرا چی میگم؟ هیری بیری میمیرم آخرش و آرزوی داشتن چاپخونه رو این دل من باقی خواهد موند، یعنی داغش به دلم خواهد موند. یه چاپخونه داشتم از خودم دیگه، اینجور بدبختی نمیچشم. نازی آخه نه الهی آی تا حالا ببین منو دیده بودی کسی از مرض چاپخونه بمیره؟ خواهی دید کاووسیمون. ببین کیه بهت گفتم اگر اینطور نشد خاک بریز رو این شخص، همینجا خاک بریز رو این که بگم کاووسی به مرض چاپخونه مرد. دار فانی را ودا گفت. آی کاووسی من نشیندم همچین اتفاقی رو، ولی حالا میشنوی. دکترشو سراغ دارم که برید بگید من مشکل چاپخونه ای دارم. دکتر عروق خوب سراغ دارم. بچم آی کاووسی تو رو خدا این حرفو نزنید. شما اگر خدای نکرد زبونم لال اتفاقی واسهتون بیفته، من دیگه کیو دارم بگم که آی کاووسی من هر چی میکشم از دست شما میکشم. این همه سال بود ما داشتیم گللی تللی میکردیم، خب بگو مرد حسابی این دوگوله رو به کار مینداختی؟ یه چاپخونه نقلی مامانی واسه خودت میزدی که اینطور به اذیتت نکنه؟ چاپخونه آی کاووسی من دارم همینو میگم. آی کاووسی من میگم که هر وقت ماهی رو از آب بگیرید این پنج انگشتیه که مو نداره تازه است. دیر نشده که آی کاووسی از این چرت و پرتا بخوای بگی این صندلی رو بلند میکنم ول میکنم تو مخت. حوصله این حرفا رو من چی داری خود منو تحویل من میدی؟ ماهی رو از آب گرفتم، پرت و پلا واسه چی میگی؟ واسه آقا من دارم جدی میگم، پرت و پلا نمیگم که آی کاووسی. حرفا چیه میزنی؟ من نمیبینی واسه ان غریبمو که به گل نشستم. آقا صفار یادتون میاد؟ آقا صفارو خب آقا چاپ صفار بذار ببینم
صفار اون که آقا چاپخونش دچار مشکل شده، مشکل مالی پیدا کرده، میخواد یه مقداری از سهم چاپخونش رو به واگذار کنه، دنبال شریک مطمئن میگرده. من دارم میگم اگه بشه اگه بشه شریک شد با آقا صفار آقای کاووسی، آقا اگه بشه آقای کاووسی. حرف نباشه، میگم دارم میبینم صفار. صفار آقا صفار. کدوم صفار؟ همون. آه این که انگار همش داره میخنده، سیبیلای جوگندمی، موهای جوگندمی داره. بله. صورت همچین سیاه چرده، بله. مایل به سفیدی. بله. چشاش بله. کمی چیزه گوش یه دونه شبیه خودته، کمی شبیه پیریای من های کابوسی، یه کمی اینجوریه شبیه توه. من اصلا این شکلی نیستم های کابوسی، نه نرگس هم خیلی از من تعریف میکنه، ولی با این حال همونی که شما دارید. خب میخواد چه کار بکنه به من بگو ببینم. تعریف های کابوسی اصلا، بله، دنبال شریک مطمئن میگرده های کابوسی اگه بشه باش. پس تو چرا اینجا نشستی جلوی منو قصه حسین کرد واسه من میگی؟ بر من دق مرگ، آینه دق شدی، بلند شو برو ببین چیکار میتونی بکنی. یه حرکتی همینطور نشستی حرف میزنی آی کاووسی صبح تاشون شده آی کاووسی مسخره در صف کیفر میشود و داری من رو مسخره میکنی. بلند شو برو ببین چی کار میشه کرد. صفار پیداش کن، کمک من کن، دست زیر پروال من بگیرید. ما یه حرفی زدیم، ما پولمون کجا بود بریم دنبال چاپخونه؟ شما قضیه رو جدی گرفتیم مثل اینکه ما یه چیزی گفتیم واسه خودمون. چیکار می شما چجوری میخواید پولش تهیه کنید؟ من نفهمیدم تو حلیم ما رو هم میزنی یا دیگرانو دیجیتال دیگرانو گوش میاری؟ دیجیتال منو هم میزنی یا دیجیتال دیگرانو؟ کجا کدوم طرفی هستی؟ حال معلوم هست کدوم طرفی هستی؟ من طرف آقا حسابم. آقا سنگ کیه واسه نمیزنی؟ عزیز من شما چیکار به این کاراش داری؟ من به شما گفتم برو تحقیق و تفحص کن، گفتمان کن، ببین چی میخواد. ما بهش بدیم بره. آقا بهش بدیم بره. آقای صفوا رو آمادهش کن، ببین چی میخواد، جریانش چیه. اینی که میتونی که آقای کاووسی پول میخواد که بهش بدیم بره. پول رو میخواد. پول از کجا میخواید گیر بیاره؟ شما چیکار به این کاراش داری؟ من بلکه بتونم منبعی فراهم کنم که درست کنم. بله. خب من میخوام بدونم از کجا میخواید تهیه کنید. من به عنوان سردبیر اینجا این حقو دارم که از شما بپرسم که آقا این پول از کجا میخواید پیدا کنید. آقا حقوق بچه‌ها در 12 روز عقب افتاده، شما چه جوری میخواید یه چاپخونه بخرید؟ باز من نفهمیدم تو میگم چیکار داری تو اون با من تهیه میکنم. اگه قرار بود بگم چیکار میخوام بکنم دیگه فکر نبود که فکر بریزم رو دایره واسه جنابعالی که چی تو بری قاب بزنی. آقا جون راحتت کنم، وام میخوام بگیرم. بلند شو برو دیگه. وام؟ بله. از کجا؟ من میگم لابد منبعشو دارم، یه رفیق دارم تو یکی از این مؤسسه های اعتباری که وام پرداخت میکنن کار میکنه، به من گفته بیا ببینم چی کار میتونم واسات بکنم، میخوام برم پیش همون. شما تنها کاری که میکنی ببین منو بالا غیرتن، ای واه بالا غیرتن، بلند شو برو ببین جریان چیه، تو قضیه رو درار منو در جریان بذار. با آقای قفار کیه؟ صفار. صفار صحبت کن ببین چی، به من خبرشو بده. باز رفت دوگوله به باد رفت. ای کجایی؟ دوگوله بلند شو برو. ببین منو بری یا وانایسی اینجا منو نگاه کنم. بجون برو خبرش هم به من بده. کشتن منو اینا، منو از بین بردن، یعنی انقریبه که سکته کنن. ببینم فرید. بله خیلی. نگفت کارش تا که طول میکشه؟ نه فرید، نگفت فرید که خاله فرید گفتش که من یه سر میرم ببینم این وامه که میخوام بدم، برم یه سوال جوابی بکنم ببینم جریانش چیه و چجوری میدن، زود برمیگردم. حتما یه خورده کارش طول کشیده و شروع کرده اونجا مشاوره کردن و اینجور صحبت ها، کارش طول کشیده دیگه. ببینم میگم نکنه براش دوباره اتفاقی افتاده باشه. ماما این شانس ها نداریم که میزنی بابا، هر جا باشن الان دیگه کم کم سر و کلهشون پیدا میشه دیگه. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. کاووسی اصلا معلوم هست کجا هستی؟ به به، چرا یه زنگ نزدی؟ آدم دل واپس میشه، دل آدم هزار را میره. به 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 به، سرکار نایب خاله حالتون چطوره؟ حالتون خوبه نایب خاله؟ بفرمایید آقا. خیلی خوش آمدید نایب خاله. دلم هزار را رفت. ای ماما، ای بابا، دیگه الان که ماشاءالله آقای کاووسی سر و مرو گنده اینجا هزار ماشاءالله. آقای کاووسی اینا همون گربه هاست که خدمتتون عرض کردم تو اون سری قبلی، اینا همون گربه هاست. چه خبر آقای کاووسی؟ آب خنک حالا، آب خنک بیاری در آقای کاووسی. چه خبر؟ اخ نگو و نپرس، دست به دلم نذار که آتیش گرفتم واسه چهار تا و نصف امضا نایت خاله.
هزار دفعه از این راپله ها دویدم رفتم بالا، این اتاق اون اتاق، پیش این پیش اون، پیش این پیش اون، این امضا بکن اون امضا بکن، واسه چهار تا نصف امضا که دیگه آخریا داشت سرم از بالای راپله ها میچرخید ساختمون دور سرم نزدیک بود با مخ بیام پایین. گفتم آقا نخواستیم، ما داشتم لعنت میکردم خودم. پس درست نشد. چی؟ درست نشد نایت خاله. بچه شدی نایت خاله. مگه میشه کابوسی دنبال کاری بره و درست نشه؟ همیشه یاد باشه کابوسی میره جلو، عقب گرد نداره، بر نمیگرده هیچ موقع. شوخی نیست کابوسی. ببین منو کابوسیه. بابا بله، پوسی گردو که نیست که. بابا قرار شد ببین چه کار کردم. بگو کاری کردی کارستون. کاری کردید کارستون الستون. رفتم نایت خاله اونجا با همه کارا ردیف کردم. قرار شد تو همین ماه یه بازرس بیاد دفتر هفته نامه رو بررسی کنه، اوضاع رو ارزیابی کنه و کار تموم بشه. به 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 به، یعنی خودش بیاد اونجا یه روزی ببینه اوضاع هفته نامه چجوریه بررسی آها. کنه. بله. خب پس آقای کاوسی شما باید حسابی حواستون جمع باشه. بله. بله. چون ممکنه هر روزی یهو سر و کله این آقای بازرس پیدا شه. الهام خانم به من میگن فرید رله. خودم همه کارا رو رله میکنم، خوب رله میکنم. شما غمتون نباشه. خیالتون راحت راحت. بعد اینا یه حرفی دارن میزنن. کوتا اون بازرس سرش خلوت بشه و راه بیفته بیاد دفتر ما. کی دفتر ما میاد که اون بازرسه بلنش بده؟ خب چطور چیکار کردی فرید خاله؟ بالاخره رفتی چاپخونه صحبت کردی با چاپخونه؟ منظورتون فرید خانه دیگه؟ فرید خاله خانه بله. چی میگم فرید خاله؟ بله فرید خاله. بله هر جور راحتید. آقای سپهری تشریف بردی چاپخونه؟ من دیگه سر شدم، اصلا فرید عمه بگید، فرید خاله بگید، دیگه فرقی با عالم نمیم. اینجوری راحتید اینجوری راحت میشه. چیکار کردی حالا ایگو؟ آی کابوسی این شریکا، این آقای صفوار که چاپخونه رو داره، حقیقتش یه خورده چشش ترسیده که بخواد شریک بگیره. آی کابوسی چشش ترسیده؟ واسه چی ترسیده چشش؟ دست درد به خاطر اینکه آی کابوسی به خاطر اینکه شریکای قبلش، من معذرت میخوام، ببخشید آی کابوسی، معذرت میخوام. داشتم چاپخونه رو خدمتتون عرض کردم. این شریک قبلی حقیقت اینه که چک کشیده، هی رفته بله به چاپ به چاپ کرده. آقای صفوار از کجی بشه؟ خب چشش ترسیده. من چه مربوطه چه چک کشیده؟ آقای کابوسی خب چشش ترسیده که شریک جدید بگیره، این کار یه اتفاق نیفته. برای ما اتفاق نمیفته، خیالت راحت باشه. بله ولی از اونجایی که عارضم خدمتتون که آقای صفوار روی بنده شناخت دارن و به هوش و درایت من ایمان کامل دارن، گفتن که فردا بعد از ظهر خودشون شخصا میان دفتر. همینجا نگرش کار ما رو خیلی جدی تر از همینجا نگرش دار. آقای صفوار، من تو آقای به آقای صفوار یه خود نایت خاله شک کردم همینجا. چرا؟ کسی که آقای صفوار باید تجدید نظر کنم در موردش، کسی که در مورد هوش و عقل و درایت آقای فریدخان سپهری شک نکنه، یعنی قبول داشته باشه ایشونو، باید به هوش و درایت خودش شک کرد. ای کابوسی چی کار داری بچه رو؟ کسی که به هوش و درایت این ایمان داره خودش، من شک دارم بچه به این باهوشی. ای با کاری نداشتم من، چیزی نگفتم که، گفتم بعد شک کردم. عارضم خدمتتون که من عرض کردم خدمتتون من سر شدم و اصلا برام مهم نیست. خب چی کار کردی میگم؟ به کجا رسوندی کار رو؟ ما باید دفتر رو فردا برای بازدید از آقای صفوار پر انرژی پر تحرک نشون بدیم که آقای صفوار فکر نکنن که این دفتر در پیتیوات، فکر کنن که با یک دفتر اساسی طرفن و بتونن که روی ما حساب کنن. و این مهم به دست شماست که آقای کابوسی که بتونین این برنامه رو چیکار کنین، حسابی و درست حسابی رلش کنید که بفهمه که بابا چه جایی اومده شریک بشه. بابا چه جایی اومده شریک بشه. باریکلا. یعنی باریکلا و صد مرحبا به اون دوگوله. بالاخره تو کشتی انقریب تلاتون دوگوله تو همه تکونی خورد. آقای کابوسی بس خیلی شما برنامه سختی در پیش دارین. باید امشب حسابی بشینین برنامه رو بچینین تا فردا به بچه های دفترم بگین که اونام بچینن برنامه ها رو. یه برنامه ریزی درست باشین. برنامه از اون مهمترم داریم که خیلی از اون مهمتر تره. چی؟ نه بوی بوهای میاد وقتی تاغار خالی بوه دوگوله کار نبوه. تاغار که خالی بوه دوگوله کار نبوه. چجوری میشه؟ ما دستپخت نایت خاله رو میشه ازش گذشت؟ تاغار رو پرش کنیم که دوگوله دو برابر بشه. آقا چی دوگوله فده آقا؟ بفهمم شام حاضر میگم نسیم دوستان و عزیزان من در هفته نامه
پربار و وزین شهر قشنگ. چند وقتی بود از این صحبت ها نکرده بودیم، سخنرانی نداشتیم و این باعث کدورت بینندگان عزیزمون شده بود و از بنده بارها و بارها مؤکدن میخواستن که سخنرانی رو ادامه بدیم، پس به خاطر عزیزان و بینندم که شده سخنرانی رو ادامه میدیم. بابا خواهش میکنم. بابا بله، عرض کنم که داشتم میگفتم که این موقعیت بسیار استثنایی و حساسی که در طول تاریخ حرفه‌ای این هفته نامه و کارکنانش به وجود اومده، این رو باید واقعا به فال نیک گرفت. کم موقعیتی نیست. زنده باد آقای فرید خان سپهری. خواهش میکنم آرامشتون رو حفظ کنید. خواهشی که الان ازتون دارم، کاملا آرامشتون حفظ کنید و به توضیحاتی که سرکار فرید خان سپهری سردبیر وزین هفته‌نامه شهر قشنگ به شما خواهند داد و در پیشبرد نقشه و برنامه هامون حائز نکات ریز و ولی بسیار حائز اهمیت توجه کامل مبذول بفرمایید و در انجام این مهم، اگرچه میدونید هوش و فکریتون ممکنه که گیر نکنه قد نده، ولی خب سعی خودتون رو تا اونجایی که میتونید انجام بدید. بله آقا. که اهدافمون به پیش بره و برنامه هامون هرچه بهتر انجام بشه. آقای فرید خان سپهری خواهش میکنم بفرمید. هر جور مبذولید آقا. مبذول بفرمید. به افتخار آقای سپهری. دوستان. به منم سلام عرض میکنم. ببخشید عینک تو لطف میکنی من دستم خالیه. منم سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز و خسته نباشید بهتون میگم. بله. این موقعیتی که استاد بزرگوار من آقای کاووسی فرمودن کم موقعیتی نیست که ما بخوایم به همین راحتی و به همین سادگی از دست بدیم. همونطوری که مستحضرید، ما با دو برنامه مشخص و از قبل تعیین شده اینه. مواجهیم. یکیش میدونیم چه روزی اتفاق میفته و یکیش آقا نمیدونیم. آقای کاووسی بله. اونی که میدونیم اومدن جناب آقای صفار چاپخونه‌دار بزرگ بله. تشریف میارن اینجا که میدونیم که میان و ما باید یک سری کارها هستش که من خدمتون عرض میکنم که باید دفتر به قول معروف اینه. یه جوری شیک نشونش بدیم. توجه کن پسر، توجه کن. بله یه جوری شیک نشونش بدیم دفتر رو که آقای صفار فکر کنن که ما وضعمون خیلی خوبه و اصلا ما خودمون صادر کننده کشتی هستیم. نه ناتونلی ما غرق نشدیم، باتاسو حتی کشتی هم صادر میکنیم آقای کاووسی. و در این رابطه من صحبت‌های جداگونه با شما خواهم کرد و حتی لوازمی رو که احتیاج دارن که برای تغییرات دفتر و دکوراسیون دفتر و ظاهر دفتر انجام بدیم خدمت شما خواهم داد و خواهم گفت. دو، اومدن بازرس بله. از طرف چاپخونه برای دادن وام، یعنی ما باید عکس اون کاریو که آقای صفار اینجا تشریف آوردن انجام بدیم و اون اینه که ما نشون بدیم که آقا ما نداریم، آقا کشتی به گل نشسته. دیجیتالمون کجا بود؟ دیجیتال نداریم. چی نداریم؟ ما توجه کن، این دوربین قدیمی داریم که چادر میندازن روش و عکس میندازن، این دوربینا داریم و کاغذمون به فرض این کاغذای دوره رو پوست آهو مینویسیم و این هست که نداریم. یعنی کاملا عکس قضیه که آقای صفار میان با اومدن بازرس نشون بدیم. از اونجایی که ما نمیدونیم آقای بازرس که میان، باید هر لحظه این آمادگی رو داشته باشیم که بتونیم این مهم رو به سرانجام برسونیم. آقای کاووسی اینا حائز اهمیت همش توجه کنید. بله. و من در آخر تشکر میکنم از شما که به حرفای من و آقای کاووسی گوش دادید. امیدوارم که هر چه زودتر این مهم رو من به سمع و نظر شما بحبا. هر جور مهمه خدمتتون راحت عرض کنم و به قول آقای کاووسی هیچ وقت میت رو زمین نمیمونه که ما بخوایم این کار دیگه شدنی این کار حتما. بله من هم عرضی ندارم. خواهش میکنم. خاله ما که کسی بهمون زنگ نمیزنه که، به پنجیش از دوستات بگو زنگ بزنن یا به الهامینا بگو زنگ بزنن اینجا. تو را برا بگو که نخیر، ما تبلیغ نمیکنیم. تبلیغات صفاتمون پره. جدی باش، نخندی اینجوری جوری آقای صفار. خیلی شیک میگه که ما تبلیغات نداریم. همینجوری فهمیدی خاله یا نه؟ یادداشت چیز کن، یادداشت کن، چی داشته باشی. اینم که از آبدارخونه ما یادتون باشه، آبدارخونه رو هم تمیزش کنید. چه وضعیتیه اینجا ساختید واسه ما؟ خیلی خوب.
خانم شما خسته نباشید، شما تا آقای صفار اومد اینجا شروع میکنید برنامه ها رو اینجا توی یه سری چیز براتون آماده کردم، بیلبورد های بزرگ میزنیم اینجا که برنامه های کاریمون رو به عنوان مدیر روابط عمومی داخلی و خارجی اینجا داشته باشید و نشون بده که ما چقدر ارباب رجوع داریم. یعنی ما انقدر ارباب رجوع داریم که نمیدونیم با این ارباب رجوع ها چیکار کنیم، نمیدونیم. رامین جان عزیزم قربت برم، تو آقای صفار اومد اینجا ببین کمتر از میلیارد صحبت نکن، یا از قصد یه جوری صحبت کن بگو آقای صفار ما اینقدر هزار تومن داریم نمیدونیم با این هزار تومنی باید چی کار کنیم. بگم میخوام برم مادرید هفته چهار دفعه میرم. ببین اصلا نه تو خودتو که نگو، که بگو که اینجا اصلا ما اینقدر پولمون رقم بالا رفته، تو 5 6 تا حسابدار داریم ما میلیون نگیر اصلا بریز به چک بگو اصلا ما چکمون همینجوری بله اینجا همین چک بله اینجا. همین جان عزیزم ببین تو خبر داری که دیگه به بچه ها همه چیزا رو گفتم، عکسای تاپتو در میاری میگی که آی صفار ما عکسامون اصلا در تکه در گالری لندن با نقاشی پیکاسو برابری میکنه، به صورت دیجیتال گرفته میشه، فقط با دیجیتال یه جوری ببین که آی کاوسی نشنوه که حساسیت پیدا کنه که با دیجیتال هم کجا بود دیجیتال هم کجا بود، عکسا رو اوورج عکس نشون بده باش. فهمیدی نفهمیدی؟ آره آفرین قربونت برم. بچه‌ها شروع کنید کار کردن، همین الان خودتون آماده کنید، چیزی یادتون نره اد کلون بزنید، لباسای خوشگل بپوشید، خوشتیپ کنید خودتون رو تا ببینیم چی پیش میاد. آفرین. معذرت میخوام قربان. بفرمایید. ببخشید با شهر قشنگ کار داشتید؟ چطور مگه؟ هیچی همینجوری پرسیدم چون هرچی آدم با کلاس و آدم حسابیه از اینجا رد میشه معلوم میشه که با شهر قشنگ کار داره. جدی میگی؟ مگه من با شما شوخی دارم؟ آقا شما 150 سال تو من جای نوه شما. پس نوه من با شهر قشنگ سر کار دارن؟ بله البته همونطور که بهتون گفتم آدم حسابی ها و با کلاس ها با شهر قشنگ سر کار دارن. من البته سر کار ندارم، اینجا نمایندگی شهر قشنگم، یعنی توضیح پخش میکنم شهر قشنگ. که تمام شده؟ بله تمام شده و نداریم، ولی اگه باشون کار دارید از این ور که اومدید این ور که از این ور تشورید سر خیابون اینجا رو دور میزنید میاید، بعد میاید سر کوچه دوره از این ور میرید از اون خیابون دست راستتون بپیچید تابلوی شهر قشنگ معلومه، فقط اینجا رو باید دور بزنید حتما. متشکرم. خواهش میکنم قربان شما. دلخون. الو سلام خانم دلخون، حالتون خوبه؟ خانم دلخون به آقای سپهری بگید که ماموریت انجام شد. بله سوژه خودش داره میاد دفتر. آره من یه خورده پیچون نمش فرستادمش دنبال لخوتسیا که بره دور بزنه. بله آره یه 10 دقیقه یه ربع دیگه اونجاست. بله امری ندارید؟ باشه خدا. بچه اومدن، بچه همه سر پوستاشو موازه باش گاف ندین و قشن فیلم بازی کنی. خب این روزنامه ها چرا آیه سپهری از مراکز توزیع زنگ زدن گفتن که چاپ پنجم ششم هم تموم شده، شما لطف کنید که تماس بگیرید با چاپونه بگیم برای چاپ ششم و هفتم آماده بشن، بعد دو نوبت دیگه چاپ کنن. متشکرم. سلام علیکم امروتون بفهمید من در خدمتتونم. ببخشید آقای سپهری. بله. یا آقای کابوسی تشریف دارن؟ قربان ببخشید جسارت نشه شما همجوری بی محاوا اومدین اینجا، شما قرار قبلی دارین با این بله. عزیزان؟ بله امروز قرار بود خدمتشون برسید. جدی میفرمایید؟ بله من در خدمت هستم. بفهمید بله خانم دلی ببخشید بله متوجهم که شما دوست دارین که آقای بجلی ما چاپ بشه. بله میدونم که اصرار دارین ولی چیکار کنم که ما باکسمون پره بله متوجهم که شما حاضرین که 10 برابر قیمت بپردازین. بله ولی چیکار کنم شرمنده نخیر، ما تعریفمون ثابته. بله نه ماشاءالله بزنم به تخته، آخه ما به این پولا نیازی نداریم. آقای کاووسی ماشاءالله حسابش تو بانک سوئیس انقدر پره که بله به این پولا نیازی نداره. الان نصف پولشینو موندن میخوام بزنم
کردن تو بانک بغلی. بله بله میدونم که شما اصرار دارین، ولی چیکار کنیم؟ ما هم شرمنده، ما به قواعد و بله بله ما به تعرفه معتقدیم. بله بله نخه نمیشه دیگه. بله از دو ماه پیشش باید وقت بگیرین. بله الان پیش پای شما یه کارخونه دیگه هم تماس گرفتن، ولی نه دیگه، ما به تعهداتمون پایبندیم. بله وقتی با کارخونه بیج بیج قرارداد داریم که نمیشه این کارا رو بکنیم. بله نخیر شرمندم. بله ببخشینا. بله خدافظ. سلام عرض کردم. خواهش میکنم حال شما. خانم داری خون سرمون شلوغه. همون میلیاردره بود؟ آره دیگه بیچارمون کردن آقا رحمت. خانم داری خون بهشون بفرمایید ما احتیاجی به این پولای اندک نداریم. بله منم دائم همین رو بهشون میگم. قربان ما تعهدات کاریمون برامون بیشتر مهمه. این پولای اندک برامون اصلا کاری، یعنی پول تو جیبی دایی منه. بله. خانم داری خون، لطف کنید بهشون بگین دیگه. حالا در صورت من مزاحم وقت شما شدم که ایشون ایشون ببخش آقای سفار هستن. آقای سفار هستن با آقای کابوسی و فرید جان کار داشتن. بله خواهش میکنم یه لحظه خانم، من با اجازهتون برم این پول چیز 5-6 ماه آینده چاپخونه رو بدم برگردم. بله بله خواهش میکنم. شما 6 ماه جلوتر پول چاپخونه رو میپردازین؟ بله تازه آقای سفاری چی فهمید؟ آقای سفاری دیگه بله سفاری چیز ماشاءالله یادتون نره. آقای سفاری آقای سفاری میدونی چی؟ ما به خاطر اینکه اینا رو میخوایم تنبیه کنیم. بله بله اینا آره یه خورده ما رو اذیت کردن، بدقولی کردن، همش مثلا بعد مثلا یه سال جلوتر میدادن اینجوری اینا. ما اینا رو به خاطر این قبلنا 2 سال جلوتر 1 سال جلوتر پول اینا رو میدادیم جیجرینگ میذاشتیم رو میزشون. عجب. بعد چون میخوایم تنبیه کنیم 6 ماه جلوتر میدیم. من در خدمتتون. ببخشید. خب با اجازه شما تماس بگیرید اگه ایشون وقتی نشون، چون ایشون قبل قبلی دارن ها. بله بعد راهنمایی کنم. قربان خوشحال شدم ازش. متشکرم. لطف فرمودید. قربان شما. بنده در خدمت خانم. متشکرم. آقای سپهری بله آقای سفار تشریف آوردن، مثل اینکه وقت داشتن. بله خواهش میکنم. بله بفرمایید آقای سپهری منتظرتون هستم. متشکرم. اونجا بله بفرمایید. سلام خانم. آقای سفار، آقای سفار خوش اومدین. آقای سفار، آقای سفار خوب خوش اومدین. من افتخار میکنم با شما. مزین کردین اینجا رو. آقای سفار خوب مزین کردین. اصلا جواهر بارید به دفتر. چی میل دارین آقای سفار؟ خواهش میکنم. قهوه، لازانیا، واول، ریول، ماکارونی، قهوه گلاسه، اورنج گلاسه، شکلات گلاسه. بله من معذرم، اون ترتیب پول من دادم چاپخونه رو. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ترتیب پولشو دادی؟ اوکی. خب چی میل داریم براتون؟ متشکرم. من رژیمم. صبح که میام از خونه بیرون هیچی میل نمیخورم. برای اندامتون بسیار عالی، بسیار عالی. آقای سفار ما الان 5 دقیقه وقت داریم تا ملاقات با آقای کابوسی برسه. تو این 5 دقیقه ما میتونیم یک گشتی داخل دفتر بزنیم و با اعضای دفتر بیشتر آشنا بشیم. خوشحال میشم. خوشحال میشید؟ خوشحال میشید. بله. بنده هم اینطور. انشالله که رابطه ما دوتا، همکاری ما دوتا طرفین باعث یکدلی بشه و پررنگ شدن رابطه هامون که حتما خواهد حتماً. بود. خواهش حتماً میکنم. خواهد. خواهش میکنم. ببینید ما اینجا اصلا دفترمون بر روی یک زمینی واقع شده که بسیار زمین ارزشمندی. بارها این دفتر از ما خواستن ولی ما ندادیم. بله. قربان شما. خدافظ. ملاحظه فرمایید. آیه هوشنگی. سلام عرض کردم. سلام. حال شما چطوره؟ عکاس زبردست، فرهیخته، فرهمند، خوش‌ذوق، خوش‌فکر، خوش‌اندام، خوش‌تیپ، خوش‌استیل. آقا آی سفار عکس میندازم براتون عکس. یعنی شما مثلا عکس در گالری های لندن عکسای ایشون با پیکاسو برابری میکنه. آیه. بله کاملا. آی هوشنگی، آی سفار. خوشبخت شدم. متشکرم. موفق باشید. خیلی ممنون. دیدم که شما جعبه رو تکون میدادید. آه بله بله. آه یه. این تکون دادن جعبه فیلم بالاخره من کوچیک شما هستم ولی بالای 5 میلیون حلقه عکس گرفتم تا حالا. بالای 5 میلیون؟ بله بله. ماشاءالله. خواهش میکنم. اینو طبق تجربه به دست آوردم. البته من شاگرد آقای انسل بودم. انسل؟ آدامز. بله عکاس معروف و مشهور. ایشون هم بالاخره به من یک چیزهایی یاد دادن. اما این تکان دادن فیلمو خودم کشف کردم. ببینید من اصلا به تاریخ مصرف این فیلمو دقتی نمی کنم، چون که اینا هر چقدر از تاریخ تولیدش بگذره کیفیتش پایین تر میاد. سیستم عکاسی اینجا هم که همه چی دیجیتال هست و کامپیوتری، من با تکون دادن این حلقه فیلم میفهمم که آیا این به درد بخور هست، سالم هست یا نه به درد کار دیجیتالی ما میخوره. یه شمه بیایید، یه شمه. مثلا اینو ببینید شما، اگه این صدا رو داد این فیلم ناسالم هست، اما اگه این صدا رو داد این فیلم
منو بیاد جغزقه میندازه. عجب. شما تفاوت صدا رو حس کردید؟ بله. تفاوت صدا به این زیبایی رو. آیه هوشنگی، راستی اون ژورنالیستی که از اون ورا آب‌ها بیت مزاحم شما میشد چی شد آخر سر؟ به چه نتایجی رسیدید؟ آهان، از اون ور هی تماس میگرفتن، کلافم کردن، هی میگن که بیا اینجا برای ما عکس بگیر و فلان و اینا، هی هم پیشنهاد قیمت رو بالاتر میبرن، آخر دیگه فکر میکنم به 100,000 دلار رسیده بود. به جناب عالی. بله بله، منتها من اینجا فقط توی نشریه فعالیت نمی کنم، نشریه دیگه ای هم هست، برای چند تا شبکه هم من عکاسی می کنم. منتها گفتم که من تعهد دارم و نمیتونم بیام اونور. دائم زنگ میزنن و درخواست میکنن. دقیقاً. آیه صفا شما دقت کنید، شیرین بیانن. اصلا این گلگاف زبون که آدم چیز میخوره میشینه به دلش. ما حرف میزنم به دل آدم میشینه. شما دقت بفرمایید که این خارجی‌ها تعهد ندارن، ولی این آقای هوشنگی متعهدن به کارشون. بله؟ یعنی پول براشون در مرحله بسیار پایین قرار داره، بسیار پایین. خواهش میکنم آیه هوشنگی شما به کارتون ادامه بدید، ما با آقای صفا یه چرخی داخل دفتر بزنیم. تمنا دارم. بفرمایید. به 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 خسته نباشید، خسته نباشید. ببینید شما اصلا احتیاج نیستش که فکر کنید که ما اینجاییم، شما کار خودتون رو بکنید، راحت باشید. انگار نه انگار اتفاقی افتاده. آقای صفار، آقای رحمتی نویسنده خبرنگار، یعنی آقای صفار نویسنده، آقای صفار یعنی خوب نویسنده، آقای صفار نویسنده میاد بگید میر. آقای صفار ایشون هم رسیدم، خواهش میکنم هر جور خدمتید. ایشون هم خانم طیبی مدیر روابط عمومی داخلی این هفته‌نامه کم پیش میاد، یک دفتر هفته‌نامه یک مدیر روابط عمومی با یک تاسم یک اصلا نمیشه توصیف کرد. ماشاءالله خیلی لطف داریم واقعا. و من بی تعارف بگم آقای صفارا، در کارشون جزء یعنی تعارف ندارم، بهترین ها هم. البته. خب بچه ها با آقای صفار بگید چه خبر ها. فرید جان خبر خاصی که نیست، همه چی ریلس و میزونه. فقط که فرید جان لطف کنین این بلیت ریال رو برای من رفت و برگش هرچی سریع تر. مادرید؟ بله. رامین جان تو که هفته پیش مادرید بودی، چی شده؟ بله متوجه هستم، اون دفعه که من رفتم هفته پیش با فیگو مصاحبه کردم، این زیدان حسود که میدونی چقدر حسوده، حسودی که بله حسودی که با من مصاحبه کن، حالا مجبور شدم که برم. البته خانم طیبی درست کردن این ماجرا که باید برم با ایشون من مصاحبه کنم. حالا این جورجی زیدان زیدین بله بله بسیار سلام بندرم برسونم. بابا حالا که این مشکل نیست، بعد این تیز من میخوام برم به اونجا با ایشون مصاحبه کنم، شاید سر را با رونالدو هم مصاحبه کنم. شاید چون رونالدو وحشتناک ناراحت شده، چون چند دفعه به من گفتش که بیا میلان با من مصاحبه کن، ولی هوای میلان برای من خوب نیست. من ایشون میدونم من آره حالت اینجوری میکنم، بعد میشم آره، بعد به خاطر همین من چیز نکردم نرفتم اونجا. بعد ایشون مجبور شد تپلکی باشگاهشو عوض کنه بیاد رئال مادرید، من که میرم رئال میرم مادرید بتونم با اونم مصاحبه ای داشته باشم. عجب عجب. به خاطر اینه که ما در خدمتیم. بله حالا که اینجوری شد رامین جان وسایلتو جمع کن، من تا اولین پروازی که برای تو مقدور باشه میفرستم مادرید. متشکرم. فرجا من تا یادم نرفته شما چیزی نمیخوان اونجا اون گاوای اسپانیا معروفه، منم ولی گاواش خیلی بزرگه. مادر زن عزیزم گفته که من دوست دارم خودم با دستای خودم شیر بزنم، ولی آوردن گاوا مشکله، نمیخواد زحمت بکشه. من در ارشاد در خدمت. خواهش میکنم خدمت ماست. خانم طیبی شما چه خبره؟ اونجوری که راحتیت به سمع و نظر ما برسونید. خواهش میکنم. هیچ خبری آقای سپهری. فقط من یه مقدار با این صفحه هنری مصاحبهش مشکل پیدا کردم، اونم خودم درستش میکنم برنامه‌اشو. ما مشکل چه مشکلی؟ آخه همش تلفنم کردم. آقای سپهری اصلا خودتون رو ناراحت نکنید، ما نه که برنامه هامون برای مصاحبه بله. یه خورده به تعویق افتاده. آره دقیقاً چه خیلی تماس میگیرم. بله قضیه وودی چی شد؟ آها وودی آلن بود، تماس گرفتن با من، بعد از من وقت مصاحبه میخواستن. از اونجا که ما هفته به هفته وقت میدیم و فقط یک دونه از مصاحبهامون رو میتونیم به چاپ برسونیم و تعداد تماس های ما برای مصاحبه خیلی زیاد هستش، من به ایشون مجبور شدم تماس بر وقت مصاحبهشون برای 3.5 سال دیگه بذارم. بعد ایشون خیلی ناراحت شدن، بعد گفتن من میخوام قبل از اینکه آخرین فیلم من به اکران برسه مصاحبه من چاپ بشه. بعد من گفتم که متاسفم همچین چیزی نمیشه، من باید با آقای سردبیرمون آقای سردبیر خیلی ناراحت شدن، گفتن که 4 سال طول میکشه. من 4 تا فیلم ساختم توی این مدت. بله گفتن من 4 تا فیلم ساختم دیگه به همراه منم زنگ زد. ببینید شما آقای صفار، این وودی
وودی آلن عرض میکنم خدمتتون. ببینید کار به کجا رسیده که من ایشونو خودم به اینجا رسوندمش. حالا باعث مزاحمت ما شده. خب بهش میگفتی که عزیز من، برادر من، یا این فیلمتو نساز، تموم شد، یا وایسا سه سال و نیم دیگه مصاحبه کن، یا قبل از اینکه میخواستی بسازی میومدی از ما قرار مصاحبه میگرفتی. خانم با کوین مصاحبه کنید. کوین کاستر بدم دیگه. بله بله. آخه مصاحبه زیاد میشه. آخه مصاحبه با جودی آلن چطور دلتون میاد؟ وودی آلن. جودی آلن یه چیزه. ما اگه بخوایم اینا رو پیش کنیم دیگه خیلی رویمون خراب میشه. بله. بچه‌ها به کار خودتون برسید. متشکرم. سرفراز، موفق، سربلند باشید. نمیشه دایی کابوسی؟ بله 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 آی کابوسی. خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. سلام بنده فراموش نکنید. چش حتما وودی آلن به چیز رئال مادرید. آلفرد هم فراموش نکنید. بفرمایید، بفرمایید. بریم سراغ آی هاوس. تو فکر کردی نو بریم فکر می‌کنی باور کرد؟ آخه آدم وقتی دروغ میخواد بگه نمیشه دیگه. نه شما فکر می‌کنی باور کرد حالا؟ فکر کنم باور کرد. به رومون که چیزی نیورد. خیلی روش بود بازی. بفرمایید. 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 آی هاوسی. آی هاوسی معرفی میکنم. پدرزن گرامی من. خوشبختم. من دوماد ایشونم. ایشون رئیس و مدیر مسئول اینجا. آقا ایشون یک گلن، حرف میزنن، اتراگین میکنن دفتر ما رو. و ایزن معرفی میکنم آی صفار آقای کابوسی. آی صفار خوش تشریف بردید. بارها و بارها بود میخواستم واقعا تعریفتون مدت های مدید از سپهری شنیدم. چقدر که خیلی شما بود لطف دارن. آی کابوسی با بنده امری نداریم. آی کابوسی بله بفرمید. آی صفار همون مشخصاتی که دادم بفرمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرمید. بله همون رنگ و آب و سیبیل و بله موهاج و گندمی واقعا همین چیزی. بله حال سرکار خوبه انشاءالله. خیلی خوش آمد. سلام پسرم. سلام پدرم. این دکه مال شماست؟ مگه به جز من کسی دیگه هم اینجا هست؟ نه همینجوری پرسیدم ببخشید. خواهش کنم. من یه هفته‌نامه شهر قشنگ میخواستم ولی مثل که تموم شده. تموم؟ نه تموم نشده، دارم یه دونه دارم، خودم از روش میخونم، حالا که خوندم میدم شما بخونید. بفهم. خیلی ممنون. خواهش کنم. ما چون به هر کسی که نیفروشیم اینا رو باید یه نفر با کلاس با شخصیت مثل شما باشه. آها. بتونیم بهش بفروشیم. مرسی. خواهش کنم. پس هفته نامه رو مردم میخرن؟ بله آقا، با چه رضایتی هم میخرن آقا. اصلا همینجوری میان فقط اینجا میگن شهر قشنگ، شهر قشنگ. خب پول مول نمیخواد بدید آقا؟ قابل نداره یه پول. نه خواهش کنم پول اینا ندید. خیلی ممنون. خواهش کنم. برای خودت نگه دار، برای خودت. من فقط میخواستم چیزی بفهمم که فهمیدم. حالا اگه ممکنه بگو این دفترشون کجاست؟ باید همین دوره برا باشه. بله، فقط میشه من از شما یه سوال بکنم؟ بله. شما چون خیلی شیک و با کلاسه تو خواستم بگوستم کارتون چیه؟ شرمنده. چون پسر خوبی هستی بهت میگم. من بازرسم. بازرسید؟ وای، بره اومر آقا! عجب. اومده شما... بودم ببینم. اینا اونطوری که میگن وضعشون خرابه یا نه، ولی مثل که برعکسه، وضعشون خوبه. نه آقا، چیزه گن زدم. آقا من باید یه چیزی رو اعتراف کنم به شما. چی؟ چیزه، باید بهتون اعتراف کنم که من یه خورده دروغ گفتم. اینا چیه؟ اینا شهر قشنگه، همش شهر قشنگه، من به شما دروغ گفتم. پس این تابلو که این بالا زدی چیه؟ کدوم؟ این بالا زدی نداریم تموم شده فلان. به چشتون اومده قربان؟ فقط میخواستم بهتون بگم این شهر قشنگو که من میگیرم همینجوری با دستش میگیرم میذارم اینجا. وای میستم آقا حشمت سبزی فروش که میاد اینجا همه رو میفروشم با آقا حشمت. بالاخره چون ارزش نداره من اینو به خاطر دوتا مشتری واکنم، چون دوتا مشتری داره این شهر قشنگ. منم این تابلوه که اینجا بودش دو سه روز پیش اینجا بود نوشته بودم واسه اینکه هی نیام به من گیر بدن، اصلا نوشتم نداریم، خیال خودم راحت کردم به جانشون. پس وضعشون باید خیلی بد بشه. آقا انقدر وضعشون بده، دو تا مشتری دارن، یکیشون تفلکی سواد نداره، میاد این عکسای کجکله همایون رو میبینه، اون یکیشون هم دیوونه است، پدر مادرش بهش پول میدن، میاد
مجله میخره، گفتن هلهوله نخر، میاد مجله میخره. بعد بحران دارن آقا، یه بحران دارن، قیافش شبیه استاد آقا. چی؟ بحران دارن. چه بحرانی؟ بحران دارن آقا، کشتیشون داره غرق میشه آقا، به گل نشسته آقا، قشنگ دیگه تو گله. مگه کشتی دارن اینا؟ نه آقا، رئیس دیوونه دارن، یه رئیس خلوچل دارن آقا. بعد هفته نامه رو به کشتی تشبیه کرده، هی میگه کشتی من به گل نشسته، بحران داریم و اینجور صحبت ها. چون من جای استاد که نه، ولی بالاخره بعضی وقت اونجا میرم کار میکنم، استاد میره تمیزکاری، وای میسته استاد اون سخنرانی میکنه بابا. عجب تفلکی، پس قاطی داره یه خورده همچین بفهمی نفهمی. حالا اگه آدرس شهر قشنگو میخواید، میخواید من بهتون بدم ها؟ ممنونم. تشریف ببرید یه دور بپیچید، برید سر کوچه دست چپ بپیچید یه دور بزنید، بیایید از اینجا برید دوباره سر کوچه دست راست بپیچید، تابلوش معلومه، یه تابلوی انقدی داره، دیوار آجر 3 سانتی روش نوشته شهر قشنگ. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خدافظ شما، مرحمت عالی زیاد. خبرگزاری شروع کرده به فعالیت دوباره.